بله الان صدا خوبه. مجدد خدمت جناب توفیقی و خدمت همه بینندگان عزیز این برنامه. قربان شما. عرض کنم که آقای بختیاری گرامی، می‌خوایم راجع به همون صحبت هفته پیش دنبالش رو ادامه بدید که گفتید آقای یعقوبی مطالبی رو با شما در میان نهاده که اون هفته نرسیدیم همه رو بشنویم. خواهش می‌کنم. بله کاملا درسته. کاملا. من اجازه می‌خوام ازتون جناب توفیقی، چون جوانان عزیزی که هفته گذشته برنامه رو دیده بودن و ادهی هم ندیده بودن، حالا به گوشش رسیده بود، از من خواستن که این مسئله رو در حقیقت بیوگرافی خانم محسی و قرار گرفتن ایشون در سر راه استاد پرویز یعقوبی رو مفصل توضیح بدم، چون خیلی علاقه‌مند هستن. من باید بگم که خب واقعا پرونده هنری استاد پرویز یعقوبی رو وقتی ما ورق میزنیم، هر کدوم از اساتید خب یک خواننده رو کشف کردن. مثلا آقای تجویدی سال 1344 خانم همیرا رو میاره، 46 هایده رو میاره، یا آقای بدیعی رویا، آقای خرم پروین. کشف تاریخ موسیقی ایران در پرونده استاد پرویز یعقوبی هم خانم محسی بوده. بله، خانم محسی اسم در حقیقت شناسنامه ایشون خدیجه دد بالا هست. بله بله. تهران، خیابان خراسان، کوچه سوم، پلاک 25، منزل محمد باقر دد بالا. پدر ایشون، بله، مادرشون خانوم زینت بلغاری متولد شدن. بله بله. من باید بگم که ازم به حضورتون که 25 آبان ماه 1325 تاریخ تولد خانم محسی هست. درسته. و در یک خانواده بودن که خب ازم بزرگتون ایشون کوچکترین فرزند خانواده بودن، یعنی در منزل هم ایشون رو افتخار صدا می کردن، یعنی اسم مستعارشون بود. من خاطرم هست استاد پرویز یعقوبی همین اواخر هم که حتی منو معرفی کردن به شعبت تلفنی هم با ایشون سی وقت من صحبت می کردن، خودشون ایفی صداش می کرد خانم هستی رو. و باید بگم که در این خانواده بودن که ایشون کوچکترین فرزند خانواده بودن. پدرشون متاسفانه زمانی که ایشون قدم در راه هنر گذاشتن فوت کرده بودن. این به اصطلاح صدا موروثی از طرف مادرشون خانوم زینت بلغاری که اهل رشت هم بود. خیلی از من میپرسن که دیده و محسی اهل کجا بودن. مادرشون خانوم بلغاری متولد رشت بوده و پدرشون متولد تبریز بوده. و باید بگم خدمتون که خانم دل معصومه دد بالا 4 از محسی بزرگتر بود، یعنی متولد 1321 بود که در برگه تولد خانم هایدن 22 فروردین ذکر شده، ولی من میبینم که تولدشون رو 21 اکثرا ذکر میکنن. حالا در هر صورت جلسه پیشه، حالا من خیلی مقدمه بار فقط بگم برای اونایی که نشنیدن، عرض کردم که آقای دکتر تسلیمی معاونت بخش رادیو، بله، در حقیقت نصرت الله مومینیان مدیر انتشارات و تبلیغات رادیو، آقای دکتر تسلیمی بخشنامه میکنه به آهنگسازان مطرح رادیو که یکیش استاد پرویز یعقوبی بوده که خواننده های تازه بیارید، صدای تازه بسپلو معرفی بکنید، به خاطر اینکه ایشون احساس کرده بوده که اون موقع موسیقی مقدار یک نواخ شده از لحاظ کلام. و آقای یعقوبی میگفتن دقیقا این عبارت کار بردن که مردم از صدای دلکش و مردی خسته شدن، خواننده های جدید معرفی بکنید. حالا چیزی که خیلی برای من واقعا قابل اهمیت هست جناب توفیقی، چقدر ببینید برای گوش مردم اون موقع ارزش قائل بودن، چقدر برای فرهنگ و موسیقی ارزش قائل بودن. علتش هم این هست که من فکر میکنم موقع فرهنگ موسیقی در توده جامعه مردمی ما واقعا چقدر بالا بوده در یک مرحله. این حتی میگفتن که خب آقای تجویدی خانم همیرا رو معرفی کردن، صبرم عطا با کلام بیژن ترقی، آقای بدیعی با خانم رویا و آقای خرم هم کماکان با خانم پروین کار میکردن. تا در روزی به طور اتفاقی دوستی بود خانم نشاطی، ازم به خدمتون در خیابان یوسف آباد
که از دوستان آقای فرهنگ شریف بود، استاد فرهنگ شریف که ان‌شاءالله عمرش مقتدام باشه، سایه‌اش واقعا بر سر نسل جوان باشه. و فرهنگ به من گفتش که حالا عبارتیشون رو به کار میبرم، فرمودن که فرهنگ به من گفتش که من مهمون هستم جای خونه که دوستانم نهاری با هم بریم. با اتفاقا من زیاد اول اشتیاق نشون ندم بسید که صاحبخونه رو نمیشناختم، بعد خودی بریم حالا مهمونی هست دوره هم هستی، آقای فردین هم حضور داشته در اون مهمونی. و من رفتم و دو سه روز بود اثری رو ساخته بودم به نام ای فتن کجایی، خانم پوران با کلام کریم فکر از رادیو پخش شده بود. جالب اینه که جاب توفیقه آقا یعقوبی خیلی با تاکید به من میگم اون موقع بابا که سی دی و نوار این چیزا که نبود که. بله درست پس ساخته شده بود، تو سه روزم بود برنامه‌های رادیو پخش شده بود. گفت من دیدم به طور اتفاقی اولا خانومی حضور داره، دختر تقریبا بیشتر 19 ساله‌ای که لطف میکنه، خیلی علاقه به این جماعت و هنر نشون میده و هی پذیرایی میکنه. بعد از نهار بود ما نشسته بودیم چایی و میوه و نشستیم دوره هم، من دیدم این صدایی تو آشپزخونه میاد، بلند شدم رفتم داخل آشپزخونه، دیدم این دختر جوان داره این آهنگی که من ساختم رو میخونه و خیلی هم خوب. بهش گفتم درست خون ببینم قشنگ من صدا تو بشنوم. گفت خون خیلی جنس صدا به دل من نشست و من اصلا پرسیدم که ایشون کیه. گفت این خانم برای خانم نشاطی، گفتن که از دوستان نزدیک من، به هنرمندا به موسیقی هم خیلی علاقه داره. بعد در مورد خانواده‌اش سوال کردم، گفتم برادرت که، گفت برادرم نمایشگاه ماشین داره در برای تخت جمشید. یک اطلاعاتی به اصطلاح مقدماتی گرفتم، قرار گذاشتم در کلاسم خیابان ثریا سمیه فعلی روبروی کارتون هتل، اون موقع هتلی بوده در روبروی کلاس استاد پرویز یا حقی نام کارتون هتل، که ایشون در همون کلاس هم به اصطلاح دو تا حالا اتاق مجزا بوده که همونجا زندگی میکرده، یعنی در قسمتی دفتر ایشون و کلاسشون بوده و در قسمتی هم به عبارتی منزلشون. قرار گفت گذاشتم، ایشون اومد، آقای بیژن ترفیر هم مخصوصا گفتم بیاد حالا به عنوان ترانه سرایشون هم بشنوه. و این چارگاه مقدماتی رو من تقریبا اون پایه هاش چینده بودم. بعد آقای ترقی به من گفتش که پرویز کوک ویولونت رو از دیاپازون به پرده بذار بالا، ما ببینیم تایی صدا این خانون کجاست. خب این رومانس ابتدایی رو آقای ترقی به صلاح همونجا سرودن، من قدداهی یاد دادم و دیدم اولا قدرت یادگیری این دختر 18-19 ساله چقدر خوب هست. بعد این رومانس رو چنان با یک پرده در حقیقت از دیاپازون بالاتر، این در حقیقت این رو چنان این رومانس رو اجرا کرد، میگم من بیژن اصلا هم تو با رفتیم هم تو به هم نگاه کردیم و میگم من سری تکون دادم و بهش گفتم احسنت، من اصلا فکر نمی کردم که واقعا صدات که همچین توان و وسعتی داشته باشه. نه. از اینجا آغاز میشه جان توفیقی، استاد پرویز یاحقی در حقیقت اون آموزش های لازم خوانندگی رو بر روی صدای خانم بهشتی شروع میکنه. و جالب اینه که خدمتتون بگم ایشون میگفتن که من معتقد بودم باید ایشون یک نام هنری داشته باشه، دیوانی داشتم در کتابخونه. زمانی که این رو برای من جاب توفیقی تعریف میکردن، آقای یاحقی هم که تعریف میکردن رفتم سمت کتابخونهشون، این دیوان رو آوردن بیرون که من همونجا خواهش کردم ازشون که گرفتم، گفتم بذارید به اصطلاح من این رو ببینم و پیش من باشه. گفت باشه بذار دست یکی اتفاق هم بمونه، بالاخره تاریخ موسیقی مملکته. این دیوان الان پیش من هست، همون نسخه دقیقا. میگفتن که دیوان مخصطی گنجوی و من اسم ایشون رو مخصطی انتخاب کردم. و جالب اینه که میگفتن در رادیو همی که دو دفعه اعلام کردم که به زودی خواننده‌ای رو خواهم کرد که واقعا از توان صدا، جنس صدا و واقعا یک چیز منحصر به فرد خواهد بود. بعد اون موقع مرحوم رهی معیری سرپرست برنامه گلها بودن و خب استاد واقعا ادبا و ترانه‌سرایان در ایران، موسیقی ایران دیگه، این که همه میدونن. گفتن من با رهی مشورت کردم، گفتن این مقصدی رو اگر ما محسی بگیم به خاطر که تو دهن راحت تر به چرخه، اشکالی نداره لحاظ ادبی فن ادبی. مرحوم رهی میگه نه چه اشکالی داره، بگید هیچ مشکلی نداره. از
اینجا مقصدی میشه محسی. اصلا خیلی الان من میبینم مقصدی گنجوی رو محسی خطاب میکنن از نام خانوم محسی هست. جالب اینه که نکته دیگه هم الان باز خاطر اومد بگم خدمتتون. بله. آقای حقی میگفتن زمانی که من آموزش های ابتدایی رو با خانوم محسی کار میکردم ایشون بین دو تا دندونش باز بود. صدا دیستورت. دکتری دندان پزشک آقای دکتر کوثر از دوستانم بودن. دکتر کوثری من این نکات رو برای اولین بار دقیقا دارم میگم، هر کسی حالا برداشتی بکنه از این برنامه با بزرگان موسیقی ایران هست. گفت فرستادمشون پیش آقای دکتر کوثری که بین این دوتا دندون رو کور بکنه و این دیستورت از بین بره. حالا شما نکات ظریف واقعا یک استاد آهنگساز رو ببینید. ایشون میره پیش آقای دکتر کوثری با معرفی استاد پرویز یاحقی، بین این دوتا دندون پر میشه و اون به اصطلاح حالت دیستورت دیگه از بین میره. و میگفتن که شبی که ما این برنامه گلهای 420 آن که دلم را برد خدایا رو وقتی در رادیو میگفتن ضبط میکردیم، خانم هستی وسط وایساده بود، در این بر استاد جواد معروفی که اثر رو تنظیم کرده بود و کفبری ارکستر رو به عهده داشت و این برم من خودم با ویولون وایساده بودم و میگفتن وقتی که ما این رو ضبط میکردیم آقای تجویدی، آقای بدیعی، آقای مهندس همایون خرم، همه این هنرمندان به اتاق فرمان اومده بودن که بشنون این صدا چی هست. بله. این صدا چی هست که حمید یا حقی نویدش رو داده بوده. بله. اثر ضبط میشه، اثر ضبط میشه و روز عید فکر هم بوده، جالبه حالا در ماه رمضان بودیم، در هفته پیش تمام شده، در روز عید فطر بوده در سال 1345 که از رادیو پخش میشه در 22 دی ماه 1345 از رادیو پخش میشه و هم واقعا خانوم محسی این پله های شهرت رو، اون پله های اول رو پا میذاره و به عنوان خواننده استاد پرویز یاحقی به جامعه موسیقی ایران معرفی میشه. با به اصطلاح فاصله گلهای 428 چه کنم رو استاد پرویز یاحقی باز میسازن در صدا که من همین اواخر هم واقعا حالا به طور خصوصی واقعا این وقت از ایشون میپرسیدم که شما واقعا حالا اون لحظه خواننده رو کشف کردید، به جامعه معرفی کردید با توجه به شرایط اون زمان، امروز واقعا از عملکرد خانم محسی به عنوان خواننده خودتون، به عنوان شاگردتون، به عنوان کسی که امروز به شهرت رسیده راضی هستید؟ آقای یاحقی گفتن که من واقعا ستاره‌ای رو معرفی کردم در تاریخ موسیقی ایران که فکر میکنم واقعا شاید تا 300 سال دیگه صدای محسی همیشه و همیشه جاودان بمونه. جالب اینه که خدمتتون اینم بگم جناب توفیقی، من هر وقت با خانم محسی تلفنی صحبت میکردم ایشون خیلی به نیکی از استاد پرویز یاحقی یاد میکردم و یادم هست اولین باری که با ایشون صحبت کردم با معرفی خدا آقای یاحقی و خدا رحمت کنه آقای تورج نگهبان، خانم محسی رو من گفتن هر روز میبینی آقای یاحقی رو؟ گفتم آره هر روز من میبینم ایشون رو. من گفتن که از طرف من قلب آقای یاحقی رو بوس کن، به ایشون بگو همیشه تو قلب من جا داری، من هر چه دارم و هر چه هستم از پرویز یاحقی هست. و بعد از استاد پرویز یاحقی هم حضرت عالی خود مستحضر هستید با استاد انوشیروان روحانی، اثر راز خلقت با کلام استاد معینی کرمانشاهی و بعد از اون با مهندس همایون خرم، بعد از تو در بستر غم، ساقی ببین، بازیچه، یکی از یکی بهتر و یک اثری هم واقعا جاودانه استاد همایون خرم با کلام تورج نگهبان برای خانم محسی ساختن که در بست کوروش کبیر هست که به نظر من یکی از جاودانه ترین آثار استاد همایون خرم با صدای خانم محسی هست. و بعد از اون هم واقعا من باید بگم ساخته های استاد جهانبخش پازوکی، حدود 63 آهنگ استاد جهانبخش پازوکی برای خانم محسی ساختن که به نظر من در زمان خودش یعنی دهه 50 چه از لحاظ بعد هنری و فن موسیقی و چه از لحاظ بعد مردمی بودن اثر، ساخته های استاد جهانبخش پازوکی برای خانم محسی یکی از یکی بهتر هست. جالب اینم بهتون بگم در برنامه های پیش گفتم خدمتتون، آقای یاحقی همیشه به من میگفتن که اینو مسجد
نظر داشته باش همیشه آویزه گوشت باشه. یک نوازنده، یک آهنگساز باید روانشناس باشه، جامعه و مردم رو خوب بشناسه، یعنی در یک دستش فن موسیقی و ارزش‌های علم موسیقی باشه و در یک دستش شخصیت زمان و جامعه باشه که بتونه اون حالات و روحیات زمان رو درک بکنه. استاد جهانبخش پازوچی همینطور بود، یعنی حالا خدا پرویز یاحقی به جای خودش که به نظر من یک روانشناس بود، استاد جهانبخش پازوچی هم همینطور بوده. یعنی آثار ایشون، من از جمله آهنگسازان هستن ایشون که در همه نوع سبک آهنگ دارن، یعنی در گلها دارن، عرضم به خدمتون که آهنگهای حالت به اصطلاح در موسیقی ایرانی با حالا تلفیقی با موسیقی دارن، به قول حالا بخواییم بگیم حالت کوچه بازاری دارن، یعنی در همه نوع حالتی استاد جهانبخش پازوچی آهنگ ساخته. 63 آهنگ برای خانم مهستی. من اینجا توفیقی استاد پرویز یاحقی سوالی کردم در پایان همه حالا این خاطرات، از ایشون پرسیدم که شما چی واقعا در صدای خانم مهستی دیدید که شما رو گرفت؟ آقای یاحقی به من گفتن صدای مهستی یک گرمی، حجم لازم و عرضم به خدمتون که یک سوز و حال خاصی داره که کاملا منحصر به خودش هست. یعنی اون رو در هیچ خواننده، یعنی چه قبل از خود ایشون، در خواننده هایی که قبل از ایشون بودن، خانم دلکش، مرضیه، الهه پوران، و چه بعد از خودشون، واقعا این گرمی و سوزی که در صدای مهستی هست آقای یاحقی میگو من ندیدم. و این حالا وسعتش کاری نداریم، وسعتش واقعا یک چیز، یک چارچوب خاصی داشت، مثل هایده نبود وسعت، اما زیبایی خودش رو داشت. ولی اون گرمی و سوز و حالی که صدای مهستی بود، آقای یاحقی روش خیلی تاکید داشت. و جالب اینه که اینم بهتون بگم، میگفت دکلاماسیونش هم خیلی خوب بود، حالا استعداد یادگیریش میگفت بی‌نظیر بود و دکلاماسیون بسیار قوی هم داشت. بله، بسیار سپاسگزارم آقای وایک بختیاری عزیز. عرض کنم که کاری میشنویم، با شما هم خداحافظی میکنیم تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر. خیلی ممنون از این اطلاعات، از اونجا که به هر حال از استاد پرویزی شنوده بودید، با بینندگان و به خصوص با علاقمندان به موسیقی و نسل جوانی که موسیقی رو عاشقانه دنبال میکنه بیان کردید، سپاسگزارم. تا دیدار دیگر. تشکر میکنم جان توفیق. من فقط با اجازهتون یه نکته کوچیکی دیگر اضافه بکنم، یکی اینکه از استاد محمد حیدری هم یادی بکنم. بله خیلی، اون هم واقعا بله پرونده، بله خانم مهستی بسیار تاثیر گذار بوده، آقای صادق نجوکی و فرید زولان، خیلی از درسته خانم مهستی دادن. بله، امیدوارم نسل جوان واقعا اون چی که بنده از زبان استاد پرویزی یاحقی در معرفی یک خواننده خدمتشون ارائه دادم براشون راهگشا باشه و تجربه باشه. کسانی که پا به عرصه خوانندگی میذارن، این تجربیات و نکات علمی رو از دهان بزرگ مرد موسیقی ایران، کاروان سالار موسیقی ایران، استاد پرویز یاحقی مد نظر داشته باشد. تشکر میکنم. خدا نگهدار. این نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، اجازه بدیم با اینکه وقت اون خیلی کمه، این خاطره و این چی که ایشون بیان کردن این مقدارم طولانی بود، عیب نداره یک کار بشنویم آقای شهرتی عزیز با صدای بانو مهستی. خواهش میکنم. گلها گرنگارنگ، برنامه شماره 484. ارکستر گلها در این برنامه اثری از حبیب الله بدیعی را در دستگاه سگاه آمیخته با کلامی موزون از بیژن ترقی، با همکاری مهستی، محمودی خامساری، مجید نجاحی اجرا می نماید. اشعار از طالب آملی، علی نقی کمره‌ای. غزل آواز از رهی معیری. گوینده آذر پژوهش. Thank you.
گر ز خاکم گل بروید گل نچیند گل نبوید گر ز خاکم گل بروید گل نچیند گل نبوید بخت آنم کو که با من خوش بخندد خوش بگوید گر تو گردی شمع محفل ز آسمان پروانه ریزد ور گل گلشن تو باشی از زمین بلبل بروید ترک جان میگویم و میخواهم از لعل تو بوسی هر که دست از جان بشوید هرچه میخواهد بگوید کشیده دلم را به دشت جنون
یکی از گلهایی بود که همینان ارجمند استاد حبیب‌الله‌خان بدیعی عرض کنم آهنگی ساخته بود، کارهای مختلفی ساخته در برنامه گلها از این هنرمند شایسته حبیب‌الله بدیعی از اون شاخص هاست. به هر حال یک برنامه رو یا دو برنامه رو باید اختصاص بدم به استاد حبیب‌الله‌خان بدیعی. عرض کنم که کارهایی که این استاد نوشته، آهنگایی که ساخته، میدونید اکثر هنرمندان ما اونا رو اجرا کردن، ولی چندین اثر گلهایی داره که بانو معصری اجرا کرده، واقعا دلنشینه، واقعا اهل دل. اونهایی که عاشق موسیقی هستن دقیقاً میدانن که حبیب‌الله بدیعی چه بود، چه ها کرد و چه شخصیت بالایی بود. بانو معصری، خدمت شما عرض کردم که در زمینه موسیقی خود ما، موسیقی ملی ما، بسیار کارهای زیبا اجرا کرده و همینطور ترانه هایی که اکثر هنرمندان و آهنگسازان ما ساختن بسیار مطلوب اجرا کرده، خب از صدای دلنشینی برخوردار بوده. در خارج از کشور هم که بوده کماکان فعالیت میکرده. حتی استاد حبیب‌الله‌خان بدیعی یک برنامه گلها در آمریکا درست کرد که بانو معصری ترانه هاش اجرا کرده، فوق العاده زیبا، و آوازش هم آقای ستار شنوده. راجع به بانو معصری و هنرمندانی که برای آثار نوشته میشود ساعت ها روزها صحبت کرد. اجازه بدید که برویم به ایران خودمون، در اون زمانی که هنرمندان ما بالاخره تونستن به تلویزیون راه پیدا کنن، چون هنرمندان رادیو کمتر در تلویزیون برنامه اجرا میکردن. یک برنامه‌ای بود که آقای انشوان روحانی با پیانو و با ارگ خودش با این هنرمندان همکاری میکرد. فکر کردم حسن ختام برنامه امروز ما یک کاری باشه که هم یادی از انوشیروان روحانی، هنرمند شایسته‌مون که کارهای جاودانه فراوان داره، کرده باشیم، و هم صدای بانو معصری رو متفاوت از برنامه گلها که شما شنودید، یکی از این کارها رو هم ما هم بشنویم. آقای شهرتی عزیز اگر آماده باشه این رو میشنویم. بندم عرض خدمت همه بینندگان ارجمند با تشکر و سپاس از آقای امیر شهرتی کارگردان فنی مرخص میشوم و برای همه شما آرزوی بهترین ها رو دارم، با امید روزهای بهتر و رونق بیشتر موسیقی سرزمین عزیز ما ایران. پاینده ایران.